کبیره ابن المسمرج را به دربار امپراتور چین اعزام و از امپراتور این کشور تقاضا کرد که آب و خاک چین را به خلافت اسلامی تسلیم کند. امپراتور چین یک لیوان آب و یک مشت از خاک چین را به او هدیه داد تا نشان دهد که عتبه به سرزمین چین رسیده است. از این جهت تاریخدانان عرب معتقدند که آغاز ورود دین اسلام و چین همین تاریخ بوده است. شاید بتوان گفت که دین اسلام در اوایل سلطنت سلسله تانگ به چین وارد شده است. در دوران سلسله های تانگ و سونگ تعداد زیادی از تجار عرب و فارس به چین آمدند که نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری و فرهنگی و فکری ایفا کردند. بسیاری از آنها در پایتخت و شهرهای سواحل دریا اقامت گزیده و زندگی می کردند. آنها که به مکانی برای اقامه نماز